سلام های بهنود، 12 بهمن 40 سال گذشته روز مهمی بود از این نظر که آقای خمینی وارد ایران شد و اون نطق تاریخی رو در بیصحرا کرد. بله، 12 بهمن حتی غیر از اون که شما اشاره کردین درست هم هست و غیر از این که در 40 ساله گذشته اولین روز از دهه فجر ترقی میشه توسط جمهوری اسلامی، به یه دلیل دیگه هم روز مهم و سرنوشت سازی بود. واقعش این هستش که روزنامه ها شکلشون نشون میده که روزنامه ها از همه هوشیارتر بودن، نه سیستم نظامی که حضور داشتن و هویزر هم هنوز در تهران بود و هر روز باشون جلسه داشت، هم نیروهای خارجی و هم دیگران و حتی خود دستگاه آقای خمینی نمیدونستن که چه اتفاقی میافته. میخواییم بریم آیندگان رو ببینیم؟ بله، اون چی که باعث شد، ببینید این آیندگان روزنامه صبحه، بنابراین داره میگه که میلیون نفر توی مسیر انتظار میکشن، تا اینجا رو میدونسته، ولی اینکه این چقدر و چه اندازه است رو طبیعتا نمیدونسته. و بقیه چیزا هم که میبینین گزارش هایی است که گزارش های تقریبا درستی است، از اینکه نشون میده که تقریبا زد و خورد در 1 یا 2 روز متوقف شد بین ارتش و مردم، به خاطر اینکه همه از مدت ها پیش منتظر بودن و یه حرفای مختلف زده میشن، امروز میاد فردا نمیاد، اون فرودگاه رو میبست بعد اون میگفت میام نمیام، همینطوری ادامه داشت تا اتفاق افتاد. روزی که اتفاق افتاد که امروز هست تو همه روزنامه های واکنش هایی داره، ولی به نظر من اون چه که این روز رو بعدن تبدیل کرد به یکی از مهمترین روزهای حادثه که به نظر من از جنبه خبری حتی از روز 20 بهمن مهمتر بود، این بودش که وقتی که پخش مستقیم میشد مراسم ورودیشون که اونم حاصل یه تفاهمی بود که بین دولت بختیار و نظامی ها صورت گرفته بود که اون رو بدن برای چند ساعتی یا یه روزی بدن به گروه اعتصابیون و در نتیجه اونها بیان و این به اصطلاح ورود آقای خمینی رو کاور کنن، این همه مقدمات این کار فراهم شد و واقعا هم ظرف 17 ساعت کار عجیب و غریبی صورت گرفت. ولی به محض اینکه این پخش مستقیم رسید به مرحله‌ای که ایشون از توی هواپیما اومد بیاد بیرون، صدا اول قطع شد. اشاره کرده روزنامه اطلاعات پخش مستقیم تلویزیون به علت هجوم ماموران قطع شد. بله، بعد چند لحظه بعد از اون آدم‌هایی با اسلحه، یعنی کامندو بودن، البته لباس نظامی تنشون بود، وارد اتاق فرمان شدند و دستور دادن قطع کنید و سرود ایران هم که بچه‌ها آماده کرده بودن اونم کشیدن از تو دستگاه بیرون و سرود شاهنشاهی رو پخش کردن با تاثیر پادشاه. و یک مرتبه از اینجا به بعد موج مردمی که اومدن تو خیابون در تهران و از شهرهای اطراف یک مرتبه ابعاد عجیب غریب پیدا کرد. تیترهایی هم بود که میگفت مردم اومدن در خیابون و تلویزیوناشون رو توی خیابون شکوندن. بله، اصلا خود این حادثه این که از طبقه سوم تلویزیون رها کردن پایین، این واکنش اولیه بود. بعد تمام خیابونای منتهی به خیابون اون موقع اسمش انقلاب نبود، حالا انقلابه، خیابونای منتهی به اون کاملا بسته شد، یعنی پیدا بود هر کسی با هر وسیله خودش رو داره میرسونه. من تصور میکنم که بعضی از تعبیرها درسته که این کلا این جمعیت یه چیزی حدود 2 میلیون نفر بود، ولی بعد از قطع تلویزیون این رفت رسید به 5 و شاید حتی وقتی 3 ساعت بعد ایشون تازه رسیده بود نزدیک به زهرا، جمعیت خیلی بیشتر از اینا شده بود، چون از شاب‌العظیم این تیتر اطلاعات هم دقیقا همون مثل شاهرف امام آمد با فونت بزرگه. روزنامه کیهان از اولین پیام امام در وطن میگه، چاپ اولش میگه که امام هنگام ورود گریه میکرد، که یه ذره برای منی که یادم همیشه صحبت سر این بود که وقتی از آقای خمینی پرسیدن چه احساسی داری گفت هیچی. اصولا اگه بخوایم تفاوت بین روزنامه عصر رو ببینیم، روزنامه اطلاعات روزنامه‌ای بودش که خب خیلی استقبال می‌کرد از اومدن آقای خمینی، ولی این خیلی سیاسی نبود، بلکه بیشتر یه ذره احساسات و اینا توش خواهد. روزنامه کیهان اینطوری نبود، روزنامه سیاسی بود. همین صفحه اینی که البته داریم می‌بینیم چاپ سومه. بله، اونی که من گفتم چاپ اول بود. بله، در اون روز کیهان اگر اشتباه نکنم مدام این رو عوض کرد، از بعد از ظهر که در آورد چاپ اول رو همینطور ادامه داد. صفحه اول هم شعر آسایه رو چاپ کرد، عود به سوزید رو، در صفحات داخلی هم شعر جرار سرفراز رو، همه در مقدم و پیش به اصطلاح پیشواز از آقای خمینی. و توی تیترها هم میبینین که کیهان یک چیزایی داره، یعنی یک توجهاتی داره که بقیه روزنامه ها هنوز نداشتن. ممنون آقای بهنود، مرسی.